کشور جمهوری اسلامی ایران به نمبر مثبت 98 935 4 نمبر آخر 19 98. ایشان سوال کردن که برای تمرکز در هنگام نماز چه تکنیکی میتونین برای ما تذکر بتین، و میگن که من تمام مشکلات و گرفتاری هایی که داریم با دیگران از فراموش میشیم، دم سر نماز که استاده میشیم تا یادمان میه. خدمت از این بیننده عزیز و بیننده عزیز و شما عرض کنیم که میگن خب ما یک تعبیری هست که محراب نماز، محراب از ماده حرب است دیگه. حرب یعنی محل جنگ. عجب. محل جنگ با کیست؟ جالب. نفس اماره. محل جنگ با شیطان. خود شیطان که خودش رانده شد دیگه. خدای تبارک و تعالی گفت به آدم سجده کن، گفت که انا خیرم من، من از او بهترم و با آدم سجده نمی کنم. مرا از آتش آفریدی و آدم از گل، از تین تعبیر. خب شیطان قطعا وقتی خودش رانده شده، و به خاطر کی هم رانده شده؟ یکی از عوامل راندگیش اینه که نمیتونیم بهانه رو سر آدم بیاره، ولی خب بالاخره وجود آدم و وجود آمدن آدم و دستور خدای تبارک و تعالی نسبت به سجده، این زمینه را برای تمرد و نافرمانی شیطان چه کرد؟ فراهم کرد و آماده کرد. خب کینه را به دل داره، کینه گرفته دیگه. بله. گفته به عزت که، قسم به عزت خدا، لاغوین، لامم لام تأکیده، نونم نون تأکیده در عربی دو تا کشونه. و خدمت شما گفته من گمراه میکنم. خدا دیگه شیطان رو بیکار کنه میشینه دیگه. یکی از انگیزه های شیطان نمیه که ما ده هنگام ارتباط با خدای تبارک و تعالی یک ارتباط سازنده نباشیم. یک به تعبیر امروزی براتون بگویم، مثلا طرف به اصطلاح تلویزیون ساخته و پخش میکنه، کسی که میخواد این پیام نرسه چی میگن؟ پارازیت راه میکنه که این تلویزیون و امواج از تلویزیون گرفته نشوه. یادم این موبایل ها اینا پارازیت، و شیطان دقیقا علمی پارازیته، اینا پارازیته، میخواد که ارتباط قطع شوه. اگر اول کسای میکنه که کل ارتباط رو قطع کنه، اگر نتونست بالاخره یک پارازیتی میده که برخی چیزایی که ما میگیم متوجه نشیم. وقتی که من نماز بخونم و متوجه نشم چی میگم و در مقابل چه کسی استاد شدم، خب این نماز درد رفت نمی کنه، فقط یعنی میقدر است که یک واجب از گردن انسان چی میکنه. پس انسان وقتی که میخواد نماز بخونه، اول ذلت خودشه، خاکساری خودشه، هیچ بودن خودشه، پوچ بودن خودشه. البته اینایی که میگیم در مقابل خدای تبارک و تعالی، وگرنه انسان عزت داره، خدا عزت داده، خدا به ما کرامت داده، کرمنا بنی آدم، اینایی که ما میگیم در مقابل خدا، در مقابل خدای تبارک و تعالی ما هیچ هستیم، پوچ هستیم، اصلا نیستیم. این نیستی خودشه، این بیچارگی خودشه، همین نفسی که میکشه، همین نگاهی که میکنه، همین زبانی که میچرخه، همین دستی که شور میخوره، کلی از اینا از مصدر جبروت و حضرت رب العزه. این برای خودش حل کنه. پس ذلت خودش از یک طرف و عظمت و بزرگی خدای تبارک و تعالی از طرف دیگه. و ای که شیطان هم دشمن خونی بگیم دیگه، دشمن قسم خورده یه پدر کشتگی داره دیگه. میگه که پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی. کاش ما پدر شیطان می کشتیم. ما شیطان از هستی ساقط شد به واسطه پدر ما آدم ابوالبشر. گفتیم باز مقصر شد. آدم نیست، او دنبال بهانه بود، دنبال بهانه بود. او تفرعون و او به اصطلاح بزرگ بینی که داشت همونجا خلاصه گل کرد. خب پس ذلت خودشه، بیچارگی خودشه، و عظمت خدای تبارک و تعالی به یاد بیاره. و از طرف شیطنت شیطان، شیطان بسیار شیطان است. ما میگیم شیطنت نکو، کار شیطانی میکنی. و هی به خاطر از این شیطان بسیار مکاره، از طریق وارد میشه که هیچ انسان تصورش هم نمیکنه. خب این پس اینو، اینا کلش مسئله اعتقادیه، اینا باید از نظر اعتقادی پیش خودش کنه و سید صاحب حل کنه. و اما میرسیم در مقام عمل، در مقام عمل هم باید یک سری کارا رو بکنه. اینطور نیست که ما کوچیکی خود بریم حل شد، بزرگی خدای تبارک و تعالی بریم حل شد، دشمن شیطانم بریم حل شد، خود دیگه بسم الله یک نماز بخونم هر جایی که شد. نه، رقم نیست.
در عمل هم باید انسان خدمت شما یک سری کارهای را انجام بده تا شیطان زمینه نفوذش کمتر باشه. یک این که میگن انسان وضوع بسیار خوب بسازه، یعنی در وضوع گرفتن خودش دقت کنه، هر جای هر جای هر رقم و همیت در خیز بوده دیدن دیگه، بعضی دمی خیز بوده وضوع بگیرن، یک وضوع بسیار درست و حسابی و با تو معنی نه و با وقار وضوع بگیرن. وقت وضوع گرفتن دعا داره، اون دعاش خودتان در جریان هستین که میگه روی خود باشه یه دعا استراز نیست چه بکش پس سر مصبا. حالا ما از اون برای که آمادگی برای نماز ایجاد شده. و نکته دیگه یک جای اگر این رقم آدم یک جای خلوت پیدا کنه، یک جایی که آل مغال و سر صدا و از اون طرف تلویزیون گپ میزنه، از اون طرف خانواده گپ میزنه، هیچ چنین جایی نماز نخونه، یک جای آرام و امن را پیدا کنه و نماز بخونه. و قبل از نماز هم جناب حسینی امو اعوذ بالله من الشیطان را که میگه واقعا از تمام وجود خودش بگه و یعنی از استعاذه، یعنی پناه بردن و پناه جستن و خدای تبارک و تعالی بگه خدایا من از شر شیطان و از شر وسوسه شیطان تو پناه میبرم، دست ما را بگیر. انشاءالله یک نماز با حال و یک نماز با حضور قلب بخونه. این هم جناب حسینی صاحب شما در جریان و این بیننده ممکنه صدای ما را بشنوه، تصویر ما را ببینه، به یک روز و دو روز نمیشه آشپزی، به یک روز و دو روز یاد گرفتن نمیشه حسینی صاحب، میستری به یک روز و دو روز یاد گرفتن نمیشه. این حضور قلب در نماز ای تمرین لازم داره، تکرار لازم داره و همونطور که در جاهای دیگه نباید انسان خسته شوه و شکست بخوره یا به تعبیر میگه رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته. انشاءالله اگر آهسته و پیوسته با همی چند گپی که ما گفتیم اینا رو انشاءالله لحاظ کنه، قطعا یک نماز خوبی خواهد خواند که دیگه ما وارد نمیشیم که این بچه رقم نماز میخونده فاکتور میگیریم.